ولی خب صدا رو خدا میخواد برسونه، صدا رو میرسونه. این که گاهی هم شنیده شده که بعضی از بزرگان، از فقرا، از علفای سابق وسط چیز و یه مطلب شنیدند و دلشون صدا او صدا رو صدای جذب کرده بده. حالا بنابراین شما هم گوش بدید به احترام اون صدا، نه به احترام شخصش، برای اینکه شخصش منم که الحمدلله هم احترام و حفظ میکنید هم نمیکنید، برای به احترام معنویت اون صدا آروم باشید و گوش بدید انشاءالله. نگاهی به هشدارهای دکتر نورعلی تابنده در فراسایی از فرمایشات ایشان. بخش سوم، در صحت اعلامیه ها. 29 بهمن ماه 1395 خورشیدی، دکتر نورعلی تابنده در فراسایی از فرمایشاتشان به تاریخ 29 بهمن ماه 1395 خورشیدی، درست یک سال پیش از رخدادهای خونین گلستان هفتم، خطاب به پیروانشان در مورد صحت اعلامیه‌های صادر شده به نام ایشان هشدار می‌دهند. ایشان در بخش نخست این فراس‌ها اشاره‌ای به دوران پرآشوب پدر بزرگشان حضرت آقای نورعلی شاه داشته و گویی شرایط آن دوران را بی‌شباهت با آنچه امروز بر ایشان می‌گذرد ندانست و می‌گویند. و اما مسئله‌ای که می‌خواستم من رو اون اول هم گفتم که اعلامیه و بیانیه‌ای که صادر میشه، خب مثل زمان حضرت نورعلی شاه، چون خیلی شلوغ‌تر از این اوضاع بود، ایشون اعلامیه های دستوراتشونه خودشون اعلامیه میدادن و امضا میکردن. سپس ایشان تاکید میکنن که اعلامیه هایی که به نام ایشان است آن چیزی است که ایشان میگویند و به امضای ایشان میرسند. یعنی در این بخش بر روی لغت اظهارات شفاهی، یعنی گفتن از زبان خودشان تاکید کرده و سپس بر امضایشان بر اعلامیه ها اشاره میکنند. اعلامیه هایی که به نام منه یا میگن من اینجور گفتم، اینها تا امضای من نداشته باشه مربوط به من نیست. همانطور که میبینید در این جمله ایشان بار دیگر تکرار میکنند، آنچه یعنی اعلامیه‌ای که مال من است آن چیزی است که خودم میگویم امضا میکنم. باز هم ایشان تاکید مجدد بر گفتار شفاهیشان دارند. مال من اون چیزی است که خودم میگم امضا میکنم. سپس ایشان میگویند البته یه چیزایی هم هست که امضا میکنم ولی مال من نیست، قرآنه، از من بالاتره که این امضا به عنوان افتخاره که من افتخار میکنم که امضای من اینجا، امضای من ذیل آیه قرآنه. در فراز دیگری از این فرمایشات ایشان هزار را دعوت به سکوت کرده و بدین ترتیب بر اهمیت بیان مطالبشان تاکید می‌ورزند. در اینجا ایشان برای بیان اهمیت آنچه قصد اشاره به آن را دارند می‌گویند: نطقای من حرفایی است که باید گوش بدید، یک کلمه‌اش رو نشنیده نگیرید، یک کلمه‌اش رو نشنیده نگیرید، یک کلمه‌اش رو نشنیده نگیرید، گوش بدید و طبق اون رفتار کنید. اونا که از خودم میشنوه، اما دیگری ممکنه بگه فلان کس اینجوری گفت، شما نگید به خود میگه راستم میگه، ولی اون چیزی خودش شنیده و اون معلومش برای شما معتبر باشه و اون معلومش برای شما معتبر باشه و اون معلومش برای شما معتبر باشه. قبول کنید، گوش بنید، ولی
حق بررسی درش دارید که بررسی کنید آیا صحیح یا نه. ولی حق بررسی درش دارید که بررسی کنید آیا صحیح یا نه. در این بخش ایشان مخاطبان و پیروان خود را دعوت به دقت نظر به فرمایشات و نقل قولهایشان کرده و حق بررسی صحت و سقم آنچه به نام ایشان صادر می شود و یا به نام ایشان گفته می شود را به پیروانشان می دهند. ضمن آنکه در فراز دیگری از این فرمایشات این امور را دستورات اولیه فقری برشمرده و تأکید می کنند که همونه اینا چیزای دستورات اولیه است و دستورات اولیه است که گاهی فراموش میشه در نظر خود شما فراموش میشه این چیزا در نظر خود شما فراموش میشه این چیزا. مثال بسیار حائز اهمیت در فراز دیگری از فرمایشات دکتر نورعلی تابنده که شما مخاطبان را به دقت نظر و شنیدن آن دعوت می‌کنیم. یه وقتی یک قاضی داشتم در دادگستری خواسته بودن هم یا مسخرش کنن یا شوخی کنن یا هرچی آمده بودن گفتم که آقا پاشید بریم باید برای اعدامت کنیم. گفت من اعدام کنی چرا؟ گفتم خودت امضا کردی حکم که خودش امضا کرده و خودشو محکوم به اعدام کرده دلاش کرد. معلوم شد بدون این که توجه کنه اینه گذاشته بودنم. خوب خندیده بود و فهمیده بود و به این طریق بر واقع درسی گرفت، عبرت گرفت که دوران آیندهش خیلی خوب بود. حالا وقتی سر صدا میشه از این حکم ها زیاده، از این اشتباهات زیاد. حالا وقتی سر صدا میشه از این حکم ها زیاده، از این اشتباهات زیاد. حالا انشاءالله که خداوند اشتباهات خطاهای من و شما و همه رو ببخش و دیگه نگذاره که در مورد ما یه همچی خطا و اشتباه صادر بشه. خطا و اشتباه رو صادر نشه، ولی اگر صادر شد خودش ببخشه. از مجموع این اظهارات مشخص می شود که پیش از وقوع آنچه اخیراً بر ایشان و پیروانشان گذشته، اشخاصی سعی در شیطنت، دسیسه چینی و جعل اعلامیه به نام ایشان داشته و دکتر نورعلی تابنده در این فرازها سعی دارند این موارد را به پیروان و ارادتمندان خود گوشزد کرده و هشدار دهند.